سلام، من علی توسلی در پاریس. به زندگی من خوش آمدید. اینجا رستوران مزه هست، اینجا بیشتر محل تولید غذاهای ما هست که الان خیلی کوچیک شده برامون، دیگه اجازه نمیده که اون کارهایی که میخوایم بکنیم انجام بدیم. به همین دلیل داریم میریم خارج از پاریس توی آشپزخونه 750 متری برای که بیشتر قادر باشیم تولیدمون راحت‌تر انجام بدیم. این پسر منه سام، پسر کوچیک منه که با من تو کار آشپزیه و تولید و به هر حال بیشتر تو کار تولید با من. ایشون پسر دوم منه، پسر اول منه، یعنی پسر بزرگتر منه که با ما همکاری میکنه و بیشتر تو کارهای دفتری و فروش و حالا دیگه کمتر تو تولید دخالت میکنه و بیشتر توی منیجمنت دست داره. من روزای اولی که آشپزی رو شروع کردم، اون سالایی که تو انگلستان بودم، باقالی پلو رو با اسفناج درست میکردم، چون اصلا نمیدونستم فرق اسفناج و شیوید چیه. من فکر کنم چون این سبز میکنه برنجه، that would be fine، و فکر کردم این خودش خیلی خوبه. بعد وقتی برنج چند تا جوش میخورد با اسفناج، باقالی رو هم میریختم توش، بعد اینا رو آبکش میکردم و دم میکردم، یه ژیگو هم میذاشتم تو فر، و این میشد برای من باقالی پلو. و جالب اینه که تمام دوستا ویکندار میمدن خونه من که من براشون باقالی پلو درست کنم، و این خیلی همین باعث شد در از که من فکر کنم که واقعا آشپزم و شروع بشه. اینجا همینجوری که میبینید الان ما داریم پرپراسیون برای تولید خورش کرفس میکنیم. این تازه اول کاره، اول تولید. قسمتیه که گوشت الان وارد شده اینجا و کسی تخصصش توی کبابای ماره درست میکنه و گوشتای ماره آماده میکنه برای کباب درست کردن. تمام گوشتا گوشتای بره است و گوشتای بره فرانسوی در است، چون خیلی برای ما مهمه که جنسامون درجه یک باشه. یکی از دلایل دیگه‌ای که من ادامه دادم به آشپزی کردن این بود که زنم واقعا غذای خوب خیلی دوست داشت. برای جفتمون لذت بخش بود که غذاهای خوب ایرانی درست کنیم و بخوریم. ایشونم حالا یه دقیقه آتیم زن منه، کسی هستن که من اگه تو فرانسه هستم به خاطر ایشون هستم، و الانم در حدود بیشتر از 40 ساله، نه؟ بیشتر از 40 ساله که داره من تحمل میکنه. نمیدونم هنوز چقدر بتونه بکنه، ولی آنتوکا اله به هر حال خیلی صبر و حوصله داره. و بدون ایشون من نمیتونستم همه این کارا رو بکنم، واقعا نمیتونستم. قصدم هیچ وقت این نبود که من بیام اینجا رستوران باز کنم یا در فرانسه بمونم اصلا. منتها بعد از اینکه رفتم ایرون متاسفانه دیدم که نه، اصلا هیچ شانسی که من بتونم اونجا بمونم وجود نداره. بعد از چند سال که منتظر موندم، تصمیم گرفتم برم توی رشته‌ای که علاقه من بودم، و بنابراین رفتم توی رشته آشپزی و تصمیم گرفتم که یک مغازه، نه رستوران، ولی یک مغازه ایرونی برای تولید غذاهای ایرونی برای تیک اوی به اصطلاح، برای بردن درست کنم. به هر حال اینجوری شروع شد.
الو خانم، ببخشید خانم آزموده، من توسلی هستم. نمیدونم رسید به دستتون چیزا؟ میل شما رو دریافت نکردم. دوباره با همون میلی که داشتم تئو والا اوکی، پس من دوباره میفرستمش. نه نرسیده به دستم. مزه اقوباز مزه پوان کام برم. قربون شما، مرمزیم. خدا حافظ. خدا حافظ. من این موفقیت نسبی من در فرانسه واقعا خیلی من امیدوار کرده به غذای ایرونی و به ارزش غذای ایرونی. سعی میکنیم هر چیزی رو خیلی ساده به نحو احسن به بهترین وضعی که میشه که باید اون چیز آشپزی کرد و درست کرد، ما سعی میکنیم اون کار رو انجام بدیم. چیزی که الان میخوام تست کنید در اصل این اسپسیالیته هایی که ما اینجا داریم، این جوجه کلاسیک ایرونیه که با زعفرون و آب لیمو درست میشه، ولی نوعای دیگه هم برای مشتری های فرانسویمون درست کردیم که یکیش با ترخون و فلفل سبزه، یکیش با ادویه های هندیه که البته باز این ادویه ها را ما خودمون درست میکنیم. این کباب کوبیده ما هست که ما سعی میکنیم مثل کباب کوبیده های شیراز بشه. ما تقریبا بیشتر از روزی 200 تا از این کبابا تولید میفروشیم فعلا اینجا تو این مغازه. البته فقط خب اینجا یه اشانتیون از برنجاییه که ما درست میکنیم و اینام کباب فیله بررس. سعی میکنیم که واقعا کلیته بالا باشه. برایی که من استفاده میکنم البته برای پوسکنده شکم خالی شده، وزنش از 15 کیلو نباید بیشتر باشه، از 12 کیلو هم نباید کمتر باشه. درست این جوجه ها، جوجه هایی که ما میخریم وزنش از 450 گرم نباید بیشتر باشه و از 400 گرم هم نباید کمتر باشه. یعنی خیلی چویسی که من به تولید کننده های جوجه میدم خیلی کمه. به همین دلیل هست که غذاهای من یک سوکسه، یک موفقیت نسبی داره به اصطلاح. حالا بهتره که بخورید که سرد نشه، چون حیفه واقعا. مادرم وسط همه کارمونه، مغز همه کارمون مادرم هستن. اگه مادرم اینجا نباشن ما هممون گم میشیم واقعا. اینم از بچگیم، واقعا از بچگیم هیچی بدون مادرم نتونستم بکنم واقعا. همه نه راست میگیم واقعا. شرکتم الان وقتی مادرم نیست واقعا سخت‌تر میشه. تنها ایرادی که دارم با دستپخت خوشمزه‌اش که داشته یکم شاخ شدم. این تنها ایرادی که دارم. ولی من مادرم هر کاری بکنه خوشمزه است. یعنی بستگی داره به وقتش، بعض دفعه بستگی به هوس داره. فکر نکنم ما ایرونی ها یک غذایی نسبتاً دوست داشته باشیم. فکر کنم یه وقتی خورش بادمجون باشه، یه وقتی قورمه سبزی، یه وقتی خورش کرفس. واقعا هر وقتی یه غذای جدیدی هوس میکنیم. نمیشه یک بار برای عمرمون یه غذای بهترین غذامون باشه. منم آشپز هستم، آشپز درس آشپزی فرانسوی خوندم، رفتم پیش شفای بزرگ کار کردم تو فرانسه. ولی اگه یک غذا مثل هم مادرم من درست کنیم، مادرم با من یک غذایی با هم درست کنیم، این همو که مادرم بکنه بکنم، مزدش مای مادرم بهتر میشه. نمیدونم برای چی. اگه دست طلا دارن من نمیدونم، هر کاری بکنم خوشمزه میشه. خب دیگه اش پسرا اگر مادرشون تعریف نکنن کی بود؟ نه بابا. بابای ایوریبادی. خب ما الان میریم اینجا مغازه اسکان، چون این مغازه اسکان یکی از فورنیسورهای منن. اینجا مغازه اسکان هست که به نظر من یکی از بهترین گروسری های
ایرونه، برای مواد غذایی ایرونی و چیزای ایرونی. این البته حدود 15 بلکه بیشتر سال پیش من اینجا رو به وجود آوردم، برای که میخواستم قسمت کیترینگ و قسمت گروسری رو جدا کنم. منتها بعد دیدم که نمیتونم دو کار با هم انجام بدم و خوشبختانه آقای ورام که خیلی واردن تو این موضوع و میشناسن، ایشون اومدن و این قسمت از من خریدن و شکر خدا خیلی هم موفقن و خیلی هم کارشون واقعا خوبه و حسابیه. من خودم خیلی از جنسام از ایشون میخرم. سلام محمود آقا، ارادت دارم خدمتتون، قربون شما برم. ایشون الان خودشون یه برنجای بسیار عالی پیدا کردن و اینجا عرضه میکنن به اسم خودشون، که به نظر من از برنجای خیلی معروفی که وجود داره همه جا خیلی خیلی بهتره. تمام جنسای اعلا و بی‌نظیر از ایرون میارن، میوه ها و چیزهای مختلف. اینجا مثل ما فامیلیه. البته آقای ورام هستن، خانم ورام هستن، پسرشون عین ما فامیلیه، یعنی همه چیزا واقعا من فکر کنم همین جوری خوبه و پیش میره. بله، هرچی فامیلی باشه بهتره. بله، خودمونی باشه. به هر حال خیلی متشکر که اجازه دادید ما بیایم در خدمتتون. خیلی ممنون، قربون شما. انشالله میام خدمتتون باشم. بله، محمود آقا زعفرون که برای ما در فکر هستشون که هست. من میام خدمتتون، قربونتون برم. یک دنیا متشکر، خداحافظ. خیلی ببخشید. حالا بریم یه سری ببینید که من کجا زندگی میکنم. البته یه خونه خیلی محقر کوچیکیه، ولی خب برای من کافیه. این اتاق استراحت من یه اتاق مادستیه تو زیرزمین خونم، که وقتی ما اینجا رو گرفتیم اون کسایی که قبل از ما زندگی میکردن رخشوریشون بود. من کردن تو انباری و میگن که تو برو تو انباری، کاری به ما نداشته باش دیگه. منم میگم چشم. و حالا میریم رستورانی که من درست کردم و به وجود آوردم، سورایز.